درود به شما همراهان عزیز و همیشگی. امروز با روش تهیه گلاب در منزل در خدمت شما هستم. اگر ویدیوها رو پسندیدید خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. از گل محمدی در صنایع عطرسازی، داروسازی، بهداشتی و آرایشی بسیار استفاده میشه. ضد التهاب، ضد باکتری، ضد استرس، ضد افسردگی و همچنین آرام بخشه. تو گونه های مختلف گل محمدی بالغ بر 200 نوع ماده موثره داریم، از جمله تانن، سیترونلول، پکتین یا ژرانینول. همچنین سرشار از ویتامین ای و سی و طبع معتدل داره. برای گلابگیری تو منزل بهتره از ظروف استیل، مس، سفال یا چینی استفاده بکنید. داخل ظرفمون حدود 2 لیوان آب می‌ریزیم و بعد پایه یه رو که برای بخار پس کردن استفاده می‌کنیم داخلش قرار می‌دیم. بعد از اون شروع می‌کنیم گیاه خشکمون رو که هم گل محمدی خشک هست با دست یا دستگاه آسیاب هیچ فرق نمی‌کنه به قطعه‌های ریز تبدیلش می‌کنیم. هر چه تیکه‌های گل ما ریزتر باشه احتمال اینکه کیسه‌های اسانس بترکه و مواد موثرش وارد آب بشه خیلی بیشتره. بعد از اینکه تمام گل‌های خشکتون رو با حالت پودر درآوردید با یک قاشق مسی یا چوبی مواد رو هم می‌زنیم و بعد یک ظرف پرکس یا چینی فرقی نمی‌کنه وسط قابلمه روی پایه قرار می‌دیم. نباید آبی که داخل قابلمه هست از این ظرف پرکستون بالاتر بیاد. در قابلمه رو به شکل برعکس می‌ذارین، زیر گازتون رو روشن میکنید تا آروم آروم شروع به گرم شدن بکنه. وقتی دیدید بخار گرفت روی در قابلمتون رو دستمو کاغذی میذاریم و یخ رو روی دستمو کاغذی قرار میدید. علت قرار دادن دستمال برای اینه که گرما و سرمایی که همزمان روی در قابلمه قرار داره باعث ترک خوردن و شکستن ظرف در قابلمتون نشه. اگر دیدید توی طول مدت گلابگیری یختون آب شد حتما یه یخ جدید روی درب ظرف بذارید. از لحظه ای که آب شروع به جوشیدن کرد 30 دقیقه تایم میگیرین. بعد از 30 دقیقه ظرف شعله زیر ظرفتون رو خاموش میکنید. موقع برداشتن در قابلمه حتما در قابلمه رو بچکونین آباش رو داخل اون ظرف پرکسی که داخل قابلمه است، چون یه مقدار زیادی از اسانس های فرار همراه با بخار روی درب ظرف جمع شده. گلابتون الان آماده است، میذاریم اونو کنار تا سرد بشه و یک عصاره به رنگ مایل به قهوه‌ای هم ته ظرفتون جمع شده. گلابی رو که از داخل قابلمه بیرون آوردم 1 ساعت استراحت میدم، روش یه دونه درپوش قرار دادم تا بخاراتی که از روی ظرفمون بلند میشه مواد موثره رو با خودش به هوا نبره و اون دربیرم که روی ظرف گذاشته بودم باز چکوندم تا موادش داخل ظرف پرکس جمع بشه. حالا اونو داخل یه شیشه قهوه‌ای رنگ میریزم. شیشه قهوه‌ای رنگ باعث میشه که نور خورشید کمتر به مواد بخوره و کیفیت موادمون حفظ بشه. شما میتونید از این محلول حدود 10 روز حداقل داخل یخچال استفاده بکنید، نگهداریش بکنید. شبها بعد از شستن صورتتون قبل خواب از این محلول به صورتتون اسپری کنید، ماساژ بدین. این محلول باعث میشه که پوستتون شاداب بشه، کلاژن سازی بیشتر بشه، به خاطر ویتامین آ و سی که داره ترمیم کننده هست و پوستتون روشن و شفاف میکنه. این عصاره ای رو هم که ته ظرفمون جمع شده بود رو باز داخل یه شیشه قهوه رنگ کوچولوی دیگه میریزم. میتونید این رو هم توی سرویس بهداشتیتون برای خوشبو شدن هوا استفاده بکنید. افرادی که
حساسیت های شدید دارن و پوست حساسی دارن، قبل از اینکه از این مواد استفاده بکنن حتما سعی بکنید چند قطره روی پوست دستتون تستش بکنید. اگر ایجاد درد، سوزش، خارش ایجاد نکرد، التهاب ایجاد نکرد، به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. دوستانی هم که از روغن گل محمدی استفاده میکنن برای شادابی پوستشون، میتونن روغن گل محمدی رو با روغن نارگیلی که قبلا آموزش رو توی پیج گذاشتم و لینکش رو الان زیر همین فیلم براتون مجددا میذارم ترکیب بکنید و شبها قبل از خواب به پوستتون بزنید. امیدوارم این ویدیو رو هم پسندیده باشید. خیلی خوشحال میشم از اینکه ویدیومون رو لایک و سابسکرایب کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.